Ladies and gentlemen, the President of the United States. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با اشاره به انتقال کشتی جاسوسی روسیه به ساحل‌های شرقی ایالات متحده میگوید ظاهرا روسیه چند اقدام اغوابرانگیز راه اندازی کرد، زیرا مسکو به خلاصه رسیده است که بهبود روابط میان دو کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست. روز پنجشنبه در یک نشست طولانی با روزنامه‌نگاران ترامپ گفت با عقیده او روسیه با فرستادن کشتی جاسوسی استقرار موشک‌های نوی بین قاره‌ای و یا پرواز اذیت دهنده هواپیماهای جنگی در کنار کشتی نظامی ایالات متحده در آبهای بحر سیاه نه آزمایش اراده او بلکه نتیجه از بین رفتن آرزوهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره بهبود روابط واشنگتن و مسکو است. تمام این حادثه هایی که ما اخیرا شاهد آن شدیم احتمال از آن سبب راه اندازی شدند که پوتین میفهمد به این زودی ها او با من به سازش نخواهد رسید. او میفهمد که فعلا برای من بستن پیمان با او از نقطه نظر سیاسی درست نیست. با قول پرزیدنت آمریکا برای او حالا انتخاب موقع سخت گیرانه در مقابل روسیه آسان تر است، ولی او میخواهد صمیمانه کاری را به سامان رساند که به نفع مردم آمریکا و اهل عالم است. دونالد ترامپ گفت سببی از کار بر کنار شدن یاوری او در امور امنیت ملی مایکل فلین این بود که وی محتوای صحبتش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیک را به طور ضروری به نایب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس گزارش نداد. در این میان رابرت هاروارد که بعد استعفای فلین به مقام یاوری پرزیدنت آمریکا در امور امنیتی ملی پیشبری شد از پیشنهاد دست کشید. هاروارد به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفت که بعد 40 سال خدمت نظامی میخواهد در کنار عائله اش باشد. قصری سفید به این مقام دو نامزد دیگر داشته است، یکی سرپرست مقام یاوری امنیتی ملی کیت کیلوک و دیگری سابق رئیس اداره مرکز استخبارات آمریکا یا سریو دیوید پتریوس است.